واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چنگ بزنین به دین الله به کتاب الله جميعا همگیتان، ولا تفرقوا متفرق نشین در دین و عقیده، واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کنین نعمت الله رب بالای شما وقتی که شما دشمنا بودین. صحابه را میگه قبل از اسلام شما دشمن بودین، فالف بین قلوبکم، الفت و محبت انداخت بین قلوبکم، در بین شما الله متعال محبت انداخت، فاصبحتم بنعمتی، پس صبح کردین گردیدین شما به سبب نعمت الله اخوانان برادرا، و کنتم علی شفا حفرت من النار، بودین شما در یک کناره چقری آتش، فانقذکم منها، نجات داد خلاص کرد شما را از او، کذلک یبین الله لکم آیاته، همین قسم بیان میکنه الله برای شما احکام خود را، لعلكم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، شوت از شما یک امتی که دعوت بتین به خیر به اسلام به قرآن، و یأمرون بالمعروف امر بکنن به نیکیها به احکام اسلام، و ینهون عن المنکر منع کنن از گناه و معاصی حرامها، و أولئك هم المفلحون اینا کامیاب هستن کسایی که اعمال میکنن. حالا قبلا توطیه اهل کتاب کافرها را بیان کرد، امر کرد که چنگ دین به کتاب الله. حالا الله ای را میگه که شما در دین و عقیدتان کتاب الله اختلاف نکنید. اختلاف در کتاب الله چطور میشه؟ که کتاب الله را میمونید دیگه کتاب ها را میخونید، سنت سیر رسول الله هم میمانی نی، یه دو دانه را چنگ بزنین محکم بگیرین، دین نو جور نکنین، عقیده نو جور نکنین، بدعت در عقیده نکنین. اینجا هدف از تفرق، تفرق در چیز نیست، در حساب قوم و در حساب تنظیم و اینطور نیست، تفرق هدف تفرق در عقیده است، تفرق در حلال و حرام است، که حلال حرام بگوی حرام حلال بگوی، عقیده اسلام بانی دیگه عقیده را قبول کنی، اینی را میگن تفرق اینمی هست. مثل که در حدیث بخاری میاد که لا يحل دم امر مسلم، حلال نیست ریختاندن خون یک شخص مسلمان الا به احدى ثلاث، مگر به یکی از سه کار. کدام هست؟ میگه تارک لدینی المفارق للجماع، کسی که دین ترک میکنه از جماعت مسلمانان جدا میشه، جدایی که دیگه عقیده دیگه دین، یا یهودیت یا نصرانیت یا کمونیستی یا سیکولارزم، این را انتخاب میکنه، دین اسلام را اعلام میده. اینجا هدف از تفرقی نیست که مذهب مذهب نشین. خب مذهب اگر که خوب نیست آیا کسی یک مذهب انتخاب کنه دوره، این در اسلام نیست، چهار مذهب، پنج مذهب، شش و هفت یا دوتا نیست، ولی حالی که مسلمان ها به مذهب تقسیم شدن در زیر آیت که تفرق در عقیده است، در اون نمی عقیده شان یکی است، عقیده توحید است، کسایی که واقعا در مذاهب اربع باشه عقیده شون صحیح است. اون کسی که عقیده صحیح نیست خدا منصوب به سوی یک مذهب میسازه، اون گناه خودش است، اون گپش جداست، یعنی عقیده مذاهب اربع کلش توحید است، کلش قرآن و سنت است، و کل اونا گفتن که حدیث صحیح عقیده ماست، مذهب ماست، قرآن وحیه، ما اطاعت از الله و رسول میکنیم. پس آنی دیگه کسایی که خود مذهبی میگیرن در مذهب نیستن، خود در یک چیز محکم می، ما در اینی مذهب هستیم، اینا از پیش خود در بین مذهب دیگه جور کردن، دیگه مذهب جور کردن. پس با اعتصمو چنگ بزنین، تمسکو به حبل الله، عبدالله بن مسعود حبل الله قرآن است، به دین الله، این تشبیه داده الله به ریسمان، یعنی ریسمان محکمه که و یک نوکش پیش الله است، به یکی چنگ بزنی هیچ فتنه هیچ گمراهی و کافر چیزی تو را دین بازگشتانده نمیتانه، به دین الله به کتاب الله جمیعا کلتان، کلتان یک جایگی، این تو نه که بعضی قرآن و سنت قبول داره بعضی ندارن، این کلگی یک قسم، ولا تفرقو متفرق و اختلاف نکنین در دین، کما اختلف من قبلكم من اليهود و النصارى، مثل که یهود نصارا اختلاف کردن، یهود به خود دین جور کن، نصارا دیگه دین جور کن، ای تو کار نکنین، دین توحید، عقیده توحید، اسلام به میکلتان پابند باشین. و بعضی جزیات اختلافات که میان خیر است، یکم اختلافات جزی فرعی
او در حدیث است. در رسول الله چند قسم نماز خوانده؟ نماز مثلا دست در اینجا هم گرفته، در اینجا هم در سر شانه، دست سر سینه و زیر سینه. روایت ها خویی هم است که دست الاو زیر ناف، ولی بعضی حدیث ضعیف است، مثلا زیر ناف دست الاو ضعیف دیگه صحیح است. اینا اگر یک کسی به اساس دلیل مثلا فکر میکنه که یام حدیث است، او گپ نیست دو، او اختلاف نیست. رسول الله هم سر سینام گرفته، زیر سینام دست اینجا هم گرفته، اینجا هم اینجا این اختلاف نیست، زیر این سنت است و نه دلیلش وجود دارد. این تنوع توصیه در دین است، توصیه که یک کسی به حرج نبیفته این کنم گپ نداره. یا آمین میگی، آمین کلی قبول داره، بلند پایین اون هر دوش روایت ها است، ولی روایت صحیح است که بلند گفته شد. یک از دیگه مگه میگه من به این روایت فکر میکنم که صحیح است، عمل میکنم، نمیفهمه او را ما چیز نمیگیم. یعنی اینمی اختلافات فرعی، اختلافاتی که منبعش در اسلام است. این سبب از این نشه که با یک دیگر از یک جماعت یک جامعه واحد نشین، از جامعه مسلمان ها جدا شین که تا یک دیگر دشمنی کنین، کینه بگیرین، بغض کنین، عداوت کنین. این کار میکن. وذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنین نعمت الله را به بالای شما. الله میگه یاد کنین چی است؟ یاد کنین یعنی عمل به کار است، به زبان یاد کردن به کار است. اون نعمت الله به بالای ازی چی بود؟ به بالای عرب اس کنتم اعداء، وقتی که شما دشمنا بودین، پیش از اسلام اینا دشمن بودن. متا در روایات میاد که 80 سال 100 سال با دیگر جنگیده بودن، اوس و خزرج 100 سال با دیگر جنگیده بودن، دشمن بودن. دو قبیله کلان در مدینه بود، اوس و خزرج می زدن، و قبایلی که در مکه بود اونا هم دشمن بودن، ولی که در اسلام که داخل می شد دیگه. خب اینمی دشمنی را کی تبدیل کرد به محبت؟ الله می فرماید که فالفه، الله محبت انداخت، الفت انداخت بین قلوبکم، در بین قلوبتان. به سبب چی؟ بالاسلامی، به اسلام و شما را جمع کرد به یک عقیده. محبت الله می پرده. در سوره انفال الله میگه که والذی الف بین قلوب المؤمنین، خاص الله ذاتی است که محبت در بین قلوب مؤمنین ایجاد کرد. باز می فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو مصرف میکنی تمام آنچه که در زمین است، طلا و نقره و پیسه، ما الفت بین قلوبهم، محبت در بین مؤمنین ایجاد کرده نمیتونستی، ولکن الله الف بینهم، لیکن الله محبت ایجاد کرد. انه عزیز، الله غالب است. ما که دعا میکنیم اللهم الف بین قلوب المؤمنین، یا الله محبت ایجاد کرد در بین قلوب مؤمنین، ای با پیسه نمیشه. یا ای که پیسه یکی جمع شدن کلش بخاطر دنیاست، هر وقت قدرت خلاص شد، پیسه خلاص شد، دشمن میشه. ولی محبت ایمانی بسیار قوی است. امیال ما شما را اینجا محبت ایمان جمع کرده. اگه این نمی بود به اساس پیسه این نمیشه، بسیار پیسه مردم میتن. با در جا که دید پیسه زیاد است همو جمع میره، دید که پیسهش خلاص شد تلاش میتن. و این دوستی هایی که پیسه یکی پولکی باشد، این دمی دنیا خلاص است. دمی دنیا هم پس دشمنی میشه. شما هم عذاب سیاسی را میبینین، نه؟ یک گروپ ها میبینین که یک گروپ یک جبه متحد ملی جور کرد، حالا 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 بی بی که علاقت کرد دیگر را، بی بی علاقت کرد دیگر را، چقدر تغییرات میاد. کلش قدرت پیسه است. باز الله ای تو دوستی که به اساس دنیا و پول و پیسه باشد، ارتباطی که به اساس پول و پیسه باشد، میفرماید الاخلا و یوم ایزن بعض هم لبعض نادو، دوستا در روز قیامت بعضش باید بعض دیگرش دشمن میشه. الا المتقین، مگر کسایی که دوستیش به اساس تقوا و ایمان باشه. این می دوستایی که به اساس ایمان است، یا در روز قیامت هم دوست می باشه، در نعمت ها می باشه، به اساس دنیا که بود تو جا دشمن میشه. شما دشمنا بودین، دشمنا چی؟ کافر بودین پیش از اسلام. الله محبت ایجاد کرد با ایمان، ایمان که آوردین و کتاب الله چنگ زدین، یک دیگر را دوست داریم. واقعا کمیال ما شما یک دیگر را بعدی دوست داریم که جان خود تیر میشیم، جان خود تیر میشیم به خاطر یک برادر خود، اما به خاطر برادر نسبی کار را نمیکنیم. دمی چند امتحاناتی که آمده همون تو کدیم ما خود الحمدلله از جان ما تیر شدیم، میفهمیدیم این جگه میریم کشته میشیم. خیره از جان تیر، از مال تیر، از اولاد همه خودت کشته شدیم، کل چیزت میمانه.
ولی به خاطر الله جمع شدیم، از یک دیگه خدا نصرت کردیم. همین تو باید باشیم. خب و کنتم علی شفا حفره من النار، و کنتم بودین شما علی شفا حفره، به کناری چقری آتش، مشرفین علی الوقوع، نزدیک بودین که در آتش بیفتید. شفا چی را میگه؟ چقری آتش را میگه، حفره چقری، شفا کناری چقری. مثل که اینجا چقری جای نفر کافر که هست در بینش آتش هست، چهار گرد میگرده، چهار گرد چقری آتش. هر کافر هم میتونه، مرگش آمد میفته در آتش. حالا مرگش آمد میفته، شما نزدیک بودین که در آتش بفتین. فانقذکم منها، انقاذ چی را میگه؟ خلاص کرد. یک کسی افتیده باشه کشش میکنی، یک کسی که افتیده باشه کشش میکنی، این را انقاذ میگه. فانقذکم، الله شما را کش کرد. مثل که یک کسی در چه افتیده نه کشش میکنی، این را انقاذ میگه. الله میگه شما در این چقوری آتش، چای آتشی کافر بودین، افتیدگی بودین، کلایتان تا مکشتان کردم. فانقذ، خلاصتان کرد الله، کم شما را، شما را از آتش خلاص کرد. بچی بالاسلام، بعقیده اسلام، بعقیده توحید، این بزرگترین نعمت الله است. خب الحمدلله، رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیه. این نعمت ما شما هیچ پورا کده نمیده. الله با ما شما دهی فتنه ایت و عقیده سهیر نصیب ما کن. این بزرگترین نعمت، بسیار سخت است ایت و عقیده پاک و صاف قرآن سنه دهی وقت. چی قه گروپ است؟ مسلمان ها به هزاران گروپ شده گست، هزاران عقاید سیک و عذاب سیک و افکار است. چیزایی میگن که در بینشان بری، چیزایی میگن، چی افکار داره، چی اعمال داره. صحابه را الله نجات داد از فتنه های کفر شرک، ما شما را هم الله نجات داد. همیشه باید سپاسگزاری تا نماز بخوانیم الحمدلله به نعمت اسلام، به نعمت قرآن. شفا اینا لیگام تا که مریض شود چی میگه؟ شفا باشه. شفا چی معنا؟ آتش جهنم برد باشه. خب مرا بدوا شفا باشه، شفا باشه نه شفا، شفا آتش هم میگه، چقوری آتش هم میگه. این دعای بد است، با او چی میگه؟ آمین، یعنی که مرا الله دمی آتش پرده. شفا باشه، شفا، شفا. کسی که میگه شفا خانه میرم، شفا خانه غلطه، شفا خانه شفا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما از قرآن نازل کردیم آیاتی را که شفا است، علاج است. و رحمت للمؤمنین، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما، شفا، شفا. چقوری آتش هم میگه، یکم تا فکر من مریشم میگه شفا باشه، بسیار جانم میترسم. شفا آتش، شفا آتش هم میگه، چقوری آتش میگه، مستغفر الله مرد جانم روان نکن. چطور میگه؟ نفهمیدی. شفا باشه. فانقذکم، خلاص کرد الله متعال شما را من هزمی آتش. با چی؟ به نعمت اسلام خلاصتان کرد. پیشتر گفت فاسبحتم به نعمت اخوانا، گردیدین شما به نعمت الله اخوانن، برادر شدین با یک دیگر. نعمت چی بود؟ اسلام بود. و با کناری آتش بودین خلاصتان کرد. کذالک یبین الله لکم آیاتی، همین قسم وضاحت میتا الله برای شما احکام خود را، احکام دستورات خود را، لعلکم تهتدون، تا اینکه شما به هدایت شوین، سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شود، شما این سعادت حاصل کنین. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولتكن منكم، شود باید از شما، ولتكن أمر است، باید موجود شود. منكم از شما مؤمنین، أمة یک أمتی، يدعون إلى الخير، که دعوت بتن بخیر. بعضی هم میگه که من تبعیزی است. خب ولتكن باید موجود شود، منكم از شما مؤمنین، أمة یک طایفه. منکم میگه من بر تبعیز، بعض شما یک امتی شود که یدعونه، که دعوت بتن الالخیر، به طرف الله، دین الله، کتاب الله. سعی کن اینجا دین الله را خیر گفته شده، قرآن خیر گفته شده، به خیر دعوت بتن، کل اسلام خیر است الحمدلله.
و یامرون بالمعروف، امر بکنن به معروف، دعوتی طور بتن. خب اینجا باز میگن که یک جماعت که امر بالمعروف نهی از منکر دعوت بده، فرض است که در بین مؤمنین باید باشه. ولی بعض دیگران میگن نه، من بیانی است، ولتکم موجود شو منکم، شما مؤمنین شوین، امتون کلتان یک امتی باشین، یدعونه صفت تانی باشد، ای تو امتی، ای تو یک اجتماعی، ای تو یک جامعه، یدعونه الی الخیر، که دعوت بدهن به خیر. یعنی هر مؤمن باید دایی باشد، هر مؤمن دعوتگر باشد، به اسلام دعوت بده، هر مؤمن انسان ساز باشد، دیگر ساز باشد، خودسازی، خدا بسازه و اصلاح تربیه کنه و دیگرها، هر مؤمن، یعنی هر کسی که ایمان داره، مسلمان است، باید دیگر اصلاح کنه. این تو نمیشه که خودم جور هستم خلاص مرا چی، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، این کلمه جاهلانه است. تو در قبر من میری، من در قبر تو، این کلمه جاهلانه است، این کلمه بیدینی است. تو را چی به من، مرا چی به تو، این گپا بسار. فرض است از این میجا فهمیده میشه که فرض است که هر مؤمن چی باشد، دعوتگر باشد، خصوصا در این وقت فرض است که هر مؤمن باشد. و در صورتی که باز مؤمنین قوی باشند، حکومت قوی داشته باشند، اسلام را تطبیق کنند، باز میشه که یک جماعتی کار کنند. حال خو نیست نه؟ حال مؤمنین ضعیفند، فساد موج میزنه. هر مسلمان باید چی کنه؟ دایی باشد، دعوت کننده به دین الله. و دعوت چطور میشه که دین الله را اول یاد بگیرنی؟ تا که علم نباشه خود دعوت داده نمیتونی. علم فرض است تا که دعوت. اینا زمان انسان دایی و مبلغ میشد که اسلام برسانه، که خودش علم پیدا کنه. پس چقدر ضرور است که ما علم یاد بگیریم، قرآن یاد بگیریم. و یامرون بالمعروف، امر بکنن، تشویق بکنن همه انسانیت بالمعروف، به هر نیکی بالمعروف، آنچه که زیباییش در قرآن و سنت ثابت باشه. در رأس نیکی ها عقیده توحید است. با عقیده توحید که اقدار عبادت و بندگی فقط یک ذات است که الله است، رحمان است، بسیار نام ها داره. و دیگه نظام توحید، فرایض، واجبات، به هر فرض دعوت بده. حتی رسول الله میگه اولادایتان دعوت بده، فرزندایتان امر کنین به 7 سالگی که نماز 7 ساله شد، در 10 سالگی بزنش، سو وقت بخیزانش، سو وقت در نماز نمیخیزان اطفال خدا، میگه قدش پخش میه و چی میشه و چی تو میشه، ای تو مردم های آتش داخلش میکنی، خیر از قدش پخش باشه جنت بره، چی میکنی قد بلنده نه؟ یک گپای میزنه، فکر میکنه اگر نماز صبح خواند قد پخش میشه نه؟ روزی رمضان گرفت قدش پخش میشه میسوزه، اگر روزه نگرفت نماز نخواند قد بلند میشه، تو گپای میزنه، میسوزه، یک خاشه بچه است، جاهل بدبخت، گپای میزنه نه؟ سو وقت بخیزانش به جماعت، ده ساله، دوازده ساله، چارده شد، سیزده شد، ایزره دیدی کلان شده، شوقی ستا میگه من روزه میگیرم، پدر مادرش نمیمانه، نگیری روزه، میسوزی، این گپای. و یامرون بالمعروف، امر بکنن به فرایض، فرایض عقیده صحیح، اعمال صحیح، کل فرایض واجبات. و ینهون عن المنکر، منع کنن از گناه ها، نهی عن المنکر، گناه چرا میاد؟ در اصل عقیده کفری و شرکی است. کفر و شرک عقاید افکار غیر اسلامی مردم مانعی شو. و باز هر گناه از هر حرام، هر گناه و عصیان مانع شوی. یا کسی را که دیدی چه قسم مانع شوی؟ کیفیتش با رسول الله هم گفته. من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه. هر کسی از شما گناه را دید باید او را چی کنه؟ به دست خود تغییر بده. وقتی که میتونی به دست تغییر بده. فلم یستطیع، اگر به زبان نمیتونستی، به دست نمیتونستی، فبلسانی، به زبان. به زبان بگو که گناه است. حتی عبدالله ابن عباس میگه اگر انسان بسیار ضعیف شود، یک گناهگار دید، اما بگوید که یا الله این گناه است. او را نگوید که گناه نکو، بخاطر که میترسه میزنیش، اما بگوید که این گناه است. این بگوید گناه را که دید برای حال مردم گناه را میبینه، قرار مردم چر زده رئیس قمار، این میشینه در پالیش، اجازه خواهست چی میگه نوش جان زک، این هم گپ چرسی هست نی؟ او چر زده رئیس این نوش جان برش میگه توبه، برو چرس بیار میره میاره، بابام که چرس میکشه برای سلام میتنه، سلام یا سگرت نمیگیره تا
تشکر می کنم. نمیگه بگو حرام است، صدای تو بالا کن، مخدرات است، پودری سیگارت و این خوب مخدرات است، چی پودر باشه چی چرس باشه کلش مخدرات است. و اگر به زبان نمیشد باز قلبا نفرت داشته باشی با گناهگار. من این دفعه براتون گفتم که در مجلس بودیم، یک آدم کلان آمد، عروسی بود، مچم چی بود، جنرال آمد، چند نفر کتشش، ما گپ میزنیم، مجلس هم کلان بود در خانه، این دیگه گپ قطع میکنه، یخ متکبر است. بعضشان گفت که سیگارت کشید، گفت اگه اجازه باشه، گفتم اجازه نیست، که میگفت اجازه باشه، گفتم نیست اجازه. چطور؟ گفت یک دفعه حیران ما دام روشی گپ نشونده بود، گفتم برد میگم که اجازه نیست، گفتم من یکی خوارام است، گفتم به این خاطر و من حق اجازه دادن ندارم چیز حرامه. دیگه ای که گفتم من بسیار اینجا اعصابم خراب میشه، دل بد میشم، اگه سیگارت زدی خلاص دل بد میشم، اینجا وزم خراب میشه. آدم سیگارت در دستش مانده ایرا چی گفت کن، زدش دمو قار کرد برام، گفتم برو قار کرد، والله این دی مجلس نشانه. صاحب خانه آمد، گفت چی گپ شد، گفتم قار شده، میگه زود نان و ناوردی برآمد. او از پشتش دویده رفت، او از پشتش دویده رفت که او جنرال سه، گفت نه اینجه کی را آوردی، گفتم با اون ایج استاد نشد، در موتر شش رفت، گفتم خوب شد که رفتی، یعنی طور کنین خود گناه را نکو، گناه میکنم و میگم که خیر است، توبه، هیچ وقت گناه نفرت تا انزجار تا نشان بدی، هر گناه و گناهگار را دیدی، اگر گناهگار را نگفتی که گناه است، فکر میکنه که گناه نیست، نه؟ و اولایی که هم المفلحون، اینه می کسا خاص اینا کامیاب هستن، یعنی فلاح، کامیابی، نجات از آتش که چی باشن؟ به کتاب الله چنگ زدن، به اسلام تا مرگ پابند بودن، محبتتان به خاطر ایمان باشه، دعوت بتی، اینی جست کامیابی، نه؟ حال نه نماز هست، نه اسلام هست، هیچ چیز نیست، میگه من جنتی استم، نه؟ الله ایران میمانی، در کجا الله گفته جرم جنت کده برو من تو را جنت میبرم. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَا تَكُونُوا نَشَوِينَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ كالذين تفرقوا مثل كسائك متفرق شدن در دين واختلفوا اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البينات بعد از اینکه آمد برشان دلائل واضح و روشن و اولئک لهم عذاب عظیم یعنی کسات برشان عذاب بزرگ است یوم تبیض وجوه و تسود وجوه روز قیامت تبیض و سفید می شود وجوه بعضی از رویها بعضی از انسانها و تسود و سیاه می باشد بعضی از رویها بعضی روی دیگه انسان ها سیاه می شود فاما الذین اسودت وجوههم هرچی کسایی که سیاه می شود روهایشان اکفرتم بعد ایمانکم گفته می شود از برای از اینا آیا کفر کردین شما بعد از ایمانتان فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بچشین عذاب بسبب از کفر کردین و اما الذین ابیضت وجوههم هرچی کسایی که سفید است روهایشان ففی رحمت الله اینا در رحمت و نعمت الله جنت هم فيها خالدون همیشه می باشن اینا در جنت تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين این می احکام الله است بیان میکنی میره به توی پیامبر بالحق براستی باطل نیست وما الله يريد نیست الله اراده کننده ظلما ظلما للعالمين از برای مخلوقات خود الله اراده ظلم هم نمی کنه ولی ظالم جزا می ده در اینجا الله در آیت قبلی گفت واعتصموا بحبل الله جميعا عطف بود یا ایها الذين امنوا اتقوا الله یا ایها الذين امنوا اعتصموا بحبل الله چنگ بزنین به کتاب الله دین الله جميعا کلتا به یک بارگی ولا تفرقوا متفرق نشین در عقیده و دین حال چی می فرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا نشوین مثل کسایی که متفرق شدن در دین متفرق چی معنا دیگه دین برای خود جور کردن و کی بودن یهود و نصارا اختلاف کردن تابیداری خواهشات خدا نکردن
یهودیت دینشان اسلام بود. یهود از پیش خود دین جور کرد، نامش یهودیت ماند. نصارا بر خود نصرانیت جور کرد. یکیش دیگه خود تکفیر هم میکردن، ما و شما خواندیم. و قالت الیهود لیست النصارا علی شی، و قالت النصارا لیست الیهود علی شی. ای طور نشه، دین نو، عقیده نو، اعمال نو ایجاد نکنین که خطرناک است. و میخاطر اسلام هم از بدعت ترساندگی است. ایاکم و محدثات الامور، خبردار از چیزای نو در دین که در قرآن ثابت نیست، پیغمبر هم بیان نکرده، صحابه انجام نداده، صحابه نگفته. از پیش خود کنم چیز دیگر دین جور نکنین، نه عبادت، نه عقیده را، نه ذکر، نه عمل. یعنی مثل یهود نصارا اختراق، اینجا افتراق در عقیده است، کافر شدن. و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، دلائل واضح آمده بود اختلاف کردن. و اولئک لهم عذاب عظیم، از برای زنا عذاب بزرگ است، عذاب سخت در روز قیامت است. و چرا؟ بخاطر که دین توته کردن. در کدام روز؟ یوم در روز قیامت تبیض وجوههم، بعض روی ها سفید است به سبب ایمان و اطاعت. و تسود وجوه، وجوه کافر سیاست، کافر کس روش سیاه، چشمای سوس، بسیار چهره خطرناک داره در روز قیامت، معلوم میشه. اونجا که سعی کنی میفهمی این کافر است، یعنی مؤمنین است. حتی رسول الله هم میگه مؤمنین به سبب وضویی که پنج وقت وضو میکنه، همه اندامشون روشنی میتن، دستایشان، رویشان، پایشان روشنی میتن و رویشان سفید است، تو زیباست. کافر روش سیاه خطرناک. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، فاما الذین اسودت وجوههم، کسایی که رویشان سیاه بود برشان گفته می شود. حال احوال از اینا را حالات این دو جماعت بیان میکنه. به سبیل توبیخ یعنی ملامتی برشان گفته میشه. اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی بعد از ایمان که براتان دلایل بیان شده بود کافر شدین. یهودی اول به کتاب خود ایمان داشتن، رسول الله هم که آمد کفر کرد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بچشین عذاب به سبب از کفر کردین. از این فهمیده میشه کسی مرتد شوه همی جزایش هست. ایمان داشتی بعد مرتد کافر شدی، اولش یهود بود بعد دیگر است، عذاب به سبب کفران بچشین، کفر کردین. الله نجات بده بسیار مسلمان ها در این وقت. و اما الذین ابیضت وجوههم، ارچه کسایی که سفید است روحشان روشنی میته، نیکبخت ها هستن به سبب اعمال صالحشان. ففی رحمت الله، اینا در رحمت الله است، در جنت های میشگی است، هم فی ها خالدون همیشه میباشن، هیچ بیرون نمیشن. تلک آیات الله نتلو علیک بالحق، اینمی آیاتی که بیان شد، الله میگه احکام الله است، بیان میکنیم بابت تو ایره متلبس به حق، در این حق باطل نیست. و ما الله یرید ظلم للعالمین، نیست الله که ظلم بکند هیچ کسی را، لیکن خود مردم به نفس خود با بالای وجود خود ظلم میکنند. الله ظلم اراده ظلم هم نمیکنند. ما شما خواندیم که الله به عدل استوار است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. الله به عدل استوار است. و ما الله یرید ظلما للعالم، هیچ اراده ظلم هم نمیکنند. الحمدلله ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. خاص در اختیار الله است آنچه که در آسمان و زمین است، یعنی تمام چیزایی که در آسمان و زمین است همه در ملکیت الله، همه بندایش، همه مخلوقش است. هر قسم عمل الله بکند میتونه در وجود ما و شما چی تصرف کنه، مریض ما کند، مرگ بیارد، خوشحال ما کند، غمگین بسازد، میتونه الله میتونه. در روی زمین زلزله را برپا کند، طوفان را برپا کند، خوشحالی را بیاره، جاله را بیاره، میتونه الله. کلش اختیار بین ما و شما را، خانم زن میتونه میته، اولاد میتونه میته، به اختیار الله. اولاد که بر ما داد پس میگیره از پیش ما، میمانه کلش اینی. پس مرض، خوشحالی، غم، مصیبت، اولاد، همه جانب کی است؟ الله. اختیارات در کائنات کی داره؟ الله. مخلوق هیچ اختیار نداره، نه مرده داره، نه بود داره، نه قبر، نه انبیا، نه اولیا. هیچ کسی در کائنات اختیاری که در یک زندگی یک انسان خوشحالی و غم بیاره نمیتون. اینی بسیار این اثبات عقیده توحید در تصرف است. متصرف عمل کننده در زندگی انسان ها و در کائنات الله. شب میاره روزه، یکم دفعه این عبری باشد، یک ماه عبریش میکنه، هیچ آفتاب نمیه، کار الله. مخلوقی کار کده میتونه؟ نه.
و ما الله یرید و الی الله ترجع الامور، خواست به طرف الله بازگردانیده میشه کارها، حاکم متصرف در دنیا و آخرت الله، همه کارها با الله پیش میشه. مشکل داری با الله پیش کن، هر چیزی که داری اعمالت با الله پیش میشه، خوب و بد با الله پیش میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. كنتم هستن شما ای مؤمنین خیر امت، بهترین امتها، اخرجت للناس، بیرون کرده شدین از برای انسانها که منفعتم برای کل انسانیت برسد، تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر میکنین، تشویق میکنین به نیکی ها مردم را، و تنهون عن المنکر، منع میکنین از گناه ها، و تؤمنون بالله، ایمان میارین به وحدانیت الله. ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، اگر ایمان می آورد اهل کتاب یهود نصارا، لکان می شود تم ایمانشان، خیرا لهم، بخیرشان، منهم المؤمنون، بعض از یه ایمان میارن، و اکثرهم الفاسقون، زیاد از اینا فاسق و کافر بیدین استن. لا یضروکم الا اذى، هرگز ضرر رسانده نمیتونه به شما مگر یک تکلیف ظاهری، و یقاتلوکم، اگر پشت بجنگن با شما، یولوکم الادبار، پشت میگردانن بر شما، میگردانن پشتهای خودان را میگریزن، ثم لا ینصرون، با نصرت و مدد اینا نمیشه. واقعا کمی آیتا 14 سال پیش گفته عالمی طور است، عالم بیخی ما و شما میبینیم. اگر شما اخبار دنیا را ببینید، کنتم خیر امتن، الله متعال در این جایی را بیان میکند که این امت، امین امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اولش صحابه است، بهترین امت است. کل امتای دیگه که مؤمن تیر شدن از نگاه اعمال صالح درجه مرتبه بهترینش کی است؟ این امت. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، الله میگه ما شما را گردانیدیم امت عادل مختار، بهترین. در آیت قبلی قبلا تیر شد، نه سوره بقره، اینجا میگه خیر امت، بهترین امت هاست، ولی شرطش چیز؟ اخرجت للناس. شما امت محمد بهترین هستین، چرا؟ اخرجت للناس، بیرون شدین برای کل انسانیت، یعنی وظیفه شما ای است که برای کل مردم باید منفعتتان برسد. لانکم انفع الناس للناس، زیرا شما پر منفعت ترین انسان هستین، شما منفعتتان برای کل دنیا میرسد، باید کل دنیا را شما دعوت بتین. به می خاطر اخرجت للناس، با مصلحت مردم شما بیرون شدین. امام بخاری از ابو هریره روایت میکنه، کنتم خیر امتن، می خیر الناس تأتون بهم فی السلاسل فی اناقم حتی یدخلوا فی الاسلام، بهترین که انسان ها کسایی که شما میین اونا در زنجیره هستن در گردنهاشان تا اینکه داخل میشون در اسلام، یعنی شما مردم به اسلام دعوت میدید، منفعتتان برای کل انسانیت است. رسول الله صلی الله علیه و آله آخرین نبی بود، ختم شد رفت دیگه، پیامبر نمیاد. وظیفه نبوت و رسالت به کی داده شده؟ به این امت داده شده. زمانی که هر مسلمان اسلام یاد میگیره، دیگران را دعوت میده، این مثل درجهش مثل درجه نبی است پیامبر، زیرا کار نبی را، کار رسول الله صلی الله علیه و کار پیامبر انجام میده. اینا لذی چی فهم؟ باید ما شما دعوتگر شویم، باید ما شما مبلغ باشیم، اسلام را برسانیم، به اندازه اسلام یاد کنیم که دیگران را دعوت بدیم. حالا خب مسلمان ها خودش نمیفهمه، خدا نجات داده نمیتانه، این زندگی عمر یک چند وقت است، کوشش کنین، خب شب و روز کار کنین اسلام تا که زنده استین، قرآن بخوانین، سنت دعوت بتین. خب بیرون شدین برای کل انسانیت، وظیفه تان چیست؟ حالا دلیل خیریت تان چیست؟ چرا شما بهتر هستین؟ حالا الله سبب بیان میکنه، تأمرون بالمعروف، به خاطر که امر میکنین شما به معروف، به احکام الله، به قرآن امر میکنین، به سنت امر میکنین، به دستورات الله، به نیکی هایی که در اسلام است. از عبدالله این عمر روایت شده که عمر رضی الله عنه، عبدالله این عمر خلیفه دوم مسلمان ها، من سر رهو، کسی را میگه میخواد خوشحال بسازد، ای کن من هذه الامه، این که از این امت شود بهترین شود، فلیؤدی شرط الله فیها، باید شرط الله را اینجا پورا کنه. شرط الله چیست؟ که دعوت بده. ابن کثیر روایت آورده است، باید دیگران را چی کنه؟ دعوت بده.
ولتكن منكم أمة يدعون، أمي أمتي كي يدعون إلى الخير شوات، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر شوات، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر شوات، إن هذه أمت شوات، يا ميخوين بهترين شوين، بعد إيه نال علم ميخوات، وقت بوقت إسلام يات بيكرين، بين بابن، وقت بتين، ودیگران دعوت بتین، در جو در دکان هستی، در دفتر هر جایی که هستی، باز اینجا بهتر میشی. و تنهاون عن المنکر، منع میکنین مردم از گناه ها و تؤمنون بالله، ایمان میارین به الله. یعنی الله ایمان بعد ذکر کرده، یعنی شما باید که اول باید دعوت بتین. اگر که ایمان دارین، ایمان میارین، یعنی دعوت بسیار مهم است. حالا اگر بگویی که اینجا گناه چی میگه؟ من خمولا نیستم. او بی عقل جاهل. ولی امر بالمعروف نهی عن المنکر یک وظیفه ملا نیست. یک وظیفه عالم نیست. هر مسلمانی مسئولیتش. رسول الله چی میگه؟ من را منکم منکرن. هر یک از شما مسلمان ها گناه را دید فلیغیره بیدهی. نگفته که او عالمتان و مولویتان لنگی سفیدتان. گفته. قاری صاحبتان. هر یکی از شما. مرد از زن است. وظیفه‌ش این نیست که گناه را دید به دست تغییر بده. نمیتونه به زبان ردش کنه گناه را. زن است، مرد است، دختر است، پیچه سفید است، ری سفید است، موی سفید است، هر که که. یا محاسن سفید است، هر که که. ولو آمن اهل الكتاب لكان خير لهم. حال دعوت میت الله کافرای اهل کتابه. اگر ایمان بیارن به آنچه که نازل شده گیز به تای پیامبر، اهل کتاب یهود نصارا لکان میشد ایمان از اینا خیر لهم، خیر برشان در دنیا و آخرت. در دنیا هم خوشبخت، در آخرت از آتش نجات میافتند. ولی کافرا اهل کتاب چیز منهم المؤمنین، بعضی کمشان ایمان میارن. یک جماعت کم مثل نجاشی پاچا در پاچای بشه ایمان آورد، عبدالله ابن سلام ایمان آورد. و اکثر هم الفاسقون، اکثرش فاسق است، از اطاعت الله بیرون است. لن یضروکم الا اذی. آله در اینجا الله تسلیم ایتبا مومنین، هرگز این یهودی ها به شما ضرر رسانده نمیتانند، الا اذن مگر یک ضرر بسیار کم، فقط به زبان خودان ضرر میرسانند. این دشمن های اسلام همیشه به زبان ضرر میرسانند. دو وقت یهودی ها در مدینه زندگی میکردن با عهد و پیمان، اما زبان گپای بد میزدن. الله میگه جنگ کردن نمیتانند، و این یقاتلوکم، اگر بالفرض جنگ بکنن، یولوکم الادبار، میگردانن اینا پشت، یعنی شکست میخورن، هیچ چیزی را حاصل نمیکنن. ثم لا ينصرون، باز مدد از اینا نمیشه. پس در اینجا بشارت میده الله که یهود محزوم از شکست خورده است، نصرانی های کافرا شکست خورده است. حالا ما شما میبینیم حالا این کافرا ما شما را یکی که دیگه جنگان در رای خودش هیچ در جنگ در جنگی که رفته فرار کرده، شما میبینیم. حتی در سورت احزاب میگه لا یقاتلونکم الا من وراء جدر، جنگ نمیکنن مگر از پشت دیوالا، پشت قلعه. بس وقتی که مسلمان ها را میبینه تو هیبت در دلش هست، استاد نمیشه. ولی مسلمان ها را یک شکندگیش میجنگان بنام اینان، خودشان در میدان جنگ حاضر شده نمیتانن. این بیدینا که مومنی که ایمان داشته باشه توبه، مومنی که با قرآن پابند باشه، با سنت رسول الله و عقیدهش باشه، هیچ در میدان کافر حاضر شده نمیتانن. اگر شود شکست میخورن. همیال ما شما میبینیم مسلمان ها را یک شده کلی دیگه زده رئیس دوربت علی مدلت و اینما ثقیفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باء بغضب من الله و دوربت علیهم المسکنه ذلك بانهم كانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون. دوربت زده شده علیهم ببالای زمین یهود نصارا الذلت و ذلت و رسوایی و خاری اینما ثقیفو هر جای که اینا پیدا میشوند الا بحبل من الله مگر اینکه چنگ بزنن بر اسبان الله با کتاب الله و حبل من الناس و با دین مردم و با او بغضب من الله و گرفتار شدن بازگشت کردن به غضب از جانب الله و دوربت زده شده و چسبانده شده علیم با بالای المسکنت و مسکنت و ذلت و خاری فقر ذالکه بی انم کانو یک فرون بیات الله یعذاب بسوزیش که نابودن همیشه کفر میکنن بایات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق میکشتن انبیاء را بنا حق ذالک بما عصوا و کانو یعتدون یعذاب بسوزی که نافرمانی و گناه میکردن و کانو یعتدون همیشه تجاوز میکردن.
در اینجا الله دیگه بشارت میده به مؤمنین. این کافرا الله میگه زور بد ضرب، چرا میگم مثل که مو پیسه را روپا و پنجیره سکه میزنینی نقش میمانه هیچ از او دور نمیشه، ضرب میره میگه همین روپگی و دوی و پنجیره که میزنینی زرابخانه امو ماشینی که پیسه را چاپ میکرد جور میکرد، سابق پیسه هم طلا و نقره بود که میزدن و نه و پیسه بود پول اصلی همو هست بود آل کاغذ ایواز یزو شده و امو را هم ضرب میکنن در ماشین میزنن نقشه ها میبرن زرابخانه میگن. زور بد یعنی زاده شده به بالا از اینا، التزام لازم شده گیست چسبیدگیست به بالا از اینا. از ذلت و ذلت خواری اینما سقفو هر جایی که پیدا میشن احاطه میشن، اگه در خانه هستن اگه در هر جایی که هست. چی معنی؟ الله حکم کرد که یهود نصارا هر جایی که هست حق زندگی را ندارن الا به حبل من الله، مگر اینکه چنگ بزنن به دین الله مؤمن شون یا حبل من الله که به ذمت الله و ذمت المسلمین یعنی اهل ذمه شون با عهد و پیمان زندگی کنن. عهد و پیمان چه که جزیه بپردازن مالیات بتن حاکمیت مسلمان ها را حکومتش را قبول کنند، حکومت اسلامی را قبول کنند، دولت اسلامی را قبول کنند. و حبل من الناس، حبل من الناس رئیسپان مردم یعنی بدین مردمی که ذمه مسلمان ها را تابع دین مسلمان ها شد و جزیه بتن. ابن عباس میگه به عهد من الله و عهد من الناس، عهد و پیمانی که از الله است و از جانب انسان ها، یعنی جزیه بتن اهل ذمه شون با عهد و پیمان زندگی کنن، در غیر از حق زندگی ندارن. و باو به غضب من الله، گرفتار شدن بازگشت کردن که مستوجب غضب شدید الله هستن. چرا؟ حق شناختن قبول نکردن. و دور بد علیهم المسکنه، و زده شدگیست به اینا مسکنه، لازم شدگیست مسکنه یعنی فاقه آجیزی به اینا از هر جا گرفتگیست فقر. اگر یا سرمایه دارم شاید باز هم قلبن فقیر هستن، همین فقر در بین چشمایشان هست، هر قدر سای مال شان هنوز هم پشت مال مردم میدان. اینه میان شما میبینین که چقدر یا سرمایه دارن، باز هم ببینین هم کشور اسلامی سگواری دست اندازی میکن، او طرف میدان او طرف میدان، چشمایشان گشنه سمتو در جیب مردم در معدن مردم در خانه مردم چشمشان است. دو اخو بسیار خار بودن. ذالک بیانم چرا اینمی ذلت و صغار است؟ آلیام که است برای چند وقت است. خوی یا پس چی میشن؟ به سبب عزیز که انهم کانوا یکفرون بآیات الله، اینا بودن انکار میکردن آیات الله را. آیات الله تورات انکار کردن، انجیل انکار کردن، قرآن انکار کردن. و یقتلون الانبیا، انبیا را میکشتن به خاطر ظلم و طغیان. زکریا را کشتن، یحیی را کشتن. در روایت گفتیم که از که 43 نبی را در اول صبح کشتن، 170 نفر در دیگر خیست دعوتگرا کل شک کشتن. اینا الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. ایرام خان کسایی که مردم را به عدل دعوت میکنن به اسلام اونا را میکشن، انبیا را کشتن. ذلک بما عصوا، اینمی ذلت و خواری و غضب و بسبب چی است؟ عصا و نافرمانی از اینا، تمردشان از حکم الله، اسیانشان. و کانو یعتدون، این که همیشه در حقوق مردم تجاوز میکنن. همیالا ببینید در فلسطین همیشه تجاوزات است، چیزی که دستشان میاد میکنن اینا. ولی الله میفرماید که در بین از یا بعض آدم های نیک هم هست، در او وقت هم بود آلی هم هستن دعوتشان بیتی مسلمان میشن. حالا هم در امریکا بسیار مسلمان میشه، در کانادا، در آلمان آدم های نیک هست، روز به روز مسلمان میشه. این ما یک گزارش ها بگویم، خود از اینا یک گزارش دادن، همین رادیوی خود از اینا، در رادیوی خودشان گفت که همین رادیوی که از جهانی رادیو امریکا بی‌بی‌سی گفت در یک ثانیه کم هم میگن، خود دروغ زیاد میگن، گفت در یک ثانیه دو تا کافر یهودی نصرانی مسلمان میشن، دو تا در یک ثانیه. ولی یک مسلمان گفت کافر میشه، گفت ما تشویش داریم در یک ثانیه. این حال یک ساعت 60 ثانیه است، 24 ساعت با ضرب بکو، یک ساعت ضرب 60 بکو با زور ضرب 24 بکو، چقدر میشه؟
یک دقیقه 60 ثانیه با یک ساعت 60 دقیقه بازی را مدر 24 کو په په با دو نفر حساب کو که چقدر مسلمان میشه. خود دروغ هم میگن که اگر سه دروغ بگویم خب شاید که در یک ثانیه من فکر میکنم 10 نفر مسلمان میشه. خود دروغ میگن. بازی را ضرب دین چقدر زیاد میشه. اینا مؤمن میشن. باز گفت که در یک ثانیه یک مسلمان کافر میشه. ما به تشویش هستیم. روز به روز کافر مسلمان شده روی مسلمان کم طرف ما میایه. خب یا تشویش دارن. به می خاطر دعوت ها را بند میکنن. این همیان دعوت نمیمانن اینا که ما یک تلویزیون داشته باشیم یک رادیو اینا خب به سطح جهانی نمیمانن. اگر بانن ما شما این قدر زیار مسلمان بسازیم در کشورهای خودشان نمیمانن. خب مسلمان ها را نمیمانن یک تلویزیون مستقل داشته باشن به زبان خودمانانه نشر کنن نمیمانن. مصیبت ها را ایجاد میکنه، موانع را، گای میترسانه، گای تروریست میگه، گای ده، یعنی هیچ گای میگه نظامیست، هیچ نظامی نیستم، این ابان ملکیستم، نمیمانم به دروغ آزادی بیان میگن. حالا الله میفرماید که در کل از یا کافر، در بینشان خوب هم هست، کلش کافر زدی و نادی نیست، خوب هم هست، کافر از در بینش ولی ایمان هم میارن دیگه.